چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی که باز در اونجا بود که یا لیتنی کن تو ترابا. کاش که خدای من خاک می بودم. او عالمی که تو را میگه که برو در زیارت سجده و رکوع بکن، میری از یخنش میگیری که عالم در غضب خدا شوی چرا این کار کردی، و او عالم در زنجیرها تو داده شده به طرف دوزخ کشانده میشه، چون عالم وظیفهش است که مردم ارتباطش با ذات ذوالجلال مستحکم بزاده. او مردم خدایتان یکیست، او مردم شفادهنده خداست، او نابینا کشم تو را خدای عزوجل بینا می کنه. او انسان، او زن، او مرد، هیچ کسی نمیتونه بر تو دختری یا بچه بته. محیی خداست، زنده کننده خداست، الله هست، ممیت الله هست، شفادهنده الله هست. هیچ کسی نمیتونه. پیغمبر بر کس بچه داده نمیتونه، صحابه بر کس بچه و دختر داده نمیتونه. لا اله الا الله را در قلبت جای بته، ما سوى الله را از قلبت بکش. اگر تو محبت اونا را داری، محبت پیغمبر ایست که تو مطابعت راه پیغمبر را بکنی. بخوان در کل کتاب های پیغمبر که آیا کدام روز پیغمبر با کدام پیغمبر دیگه سجده کردن، با کدام کس دیگه رکوع کردن، آیا اصحاب کرام به قبر پیغمبر رکوع و سجده کردن که امروز ما و تو بکنیم. او مردم بترسین از خدا، نکنین این ملت بیچاره را، این ملت فقیره، این ملت مظلومه را که از یک طرف روزها اینا را بسیار شهید ساخت و برباد ساخت، امروز امریکایی‌ها و صهیونیست‌های قاتل بر از اینا مؤسسات کفری را جور میکنه و اینا را مسیحی میسازن، در هر منطقه میبرن. شما از برای خدا این ملت بیچاره و بیسواد من حیث عالم دین، من حیث طرفدارای خدا به کم گمراهی و غلطی نبرین. بلی از خدا شما علمای اسلام قرآن بر مردم درس بتین، کتاب خدا را درس بتین. نجات در قرآن است، نجات در سنت پیغمبر خداست، نجات در توق پرستی نیست، نجات در قبر پرستی نیست، نجات در نوروز نیست. تعالت للقمم تحكي المحبة كالديم، تفدي رضاك بنفسها، تخشى عليك من الذمم. نجات در برده پرستی نیست، نجات در میخ زدن نیست. بفهمان این زنهای بیچاره تانه، بگوین که کفتر شاهد شمشیره کسر زنده و مرده کرده نمیتانه، کفتر مایی ها کسر زنده و مرده کرده نمیتانه. تو مخلوق مکرم هستی، تو با عزت هستی، تو مسلمان خداوند عزت داده، تو مسلمان خلیفه خدا در روی زمین هستی. خدا تو را خلیفه خود در روی زمین ساخته که حکم خدا را بالای خود و بالای فامیل و بالای مردم تطبیق بکنی. اینی هست راه دین. آن ما مسلمان ها از نوروز تجلیل بکنیم یا نکنیم؟ یکی از فرمول های عقیده اسلامی است که عبادت توقیفی است. توقیفی چی مانا؟ یعنی استاپ. آنچه که در نص قرآن و سنت است سر از اونمو توقف کن، نه از او پیش برو نه از او پس بیا. صراط المستقیم خطش برات معلوم دار است، تو دم رای راست حرکت بکن و در اونموش توقف بکن و عبادت بکن که پیغمبر برات گفته، قرآن برات اجازه میده. اما از دل خود عبادت ساختن، پس اگر کسی میگه که در نوروز کدام چیز عبادت است، پس ما باید آیاتی از قرآن داشته باشیم و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که متاسفانه در این کار که در نوروز عبادتی وجود داره، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث در شأن عبادتش وجود نداره، بلکه به حدیث دیگه است که بازم میخوانیم که برعکسش پیغمبر منع کرده. دوستای عزیزی که به قصد که ثواب داره و عبادت داره، برشان میگیم که ثواب چیزی داره که پیغمبر گفته باشه که او عبادت است، قرآن گفته باشه عبادت است، ششتند مسجد عبادت است. کی گفته؟ پیغمبر گفته. نماز خواندن عبادت است. کی گفته؟ پیغمبر گفته. سجده به الله عبادت است. کی گفته؟ قرآن و سنت گفتن. پس اگر سند داشتیم عبادت است، وقتی که سند نداشتیم، هر چیزی که در دین نآورده میشه او را باز بدعت میگن، و کل بدعت ضلاله، و هر نوآوری در دین گمراهی هست.
پس دوستان عزیز شما چرا خدای ناخواسته وطندارای عزیزم دوستای محترم ما حتی کسانی که از افغانستان نیستن از دیگه کشورها هستین عیفتان نکنه که خود گناهگار میسازین میخواین که یک عبادت بکنین الله در چیز خوش میشه که الله گفته ولکم فی رسول الله اسوه حسنه رهبرتان الگویتان رسول الله صلی الله علیه وسلم است آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم از نوروز تجلیل کرده اصحاب کرام کردن ثابت نیست سند نیست وقتی که سند نیست اگر سر از او به زور تحمیل بکنیم دروغ بگویم که پیغمبر این کار کرده پیغمبر میگه من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار کسی که سر من قصدن دروغ بگویم جایگاه خدا در دوزخ جای بده پس ما یه حق نداریم چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نوروز تجلیل کرده بلکه منع کرده بعضی دوستای محترم میگن که ما به قصد عبادت نمیکنیم به قصد به خاطر ازی که یک رواج است کلتور است عنعنه است خب سوال رواج کی هست؟ رواج زردشتی هست رواج بهایی هست رواج قبطی هست و رواج کسایی است که به خدای نور و ظلمت عقیده داشته پس من تشبه به قومین فهو من هم پس انسان نباید مشابهت با غیر مسلمان ها بکنه درست از فرهنگ نیاکان ماست کدام نیاکان؟ نیاکانی که بت پرست و آتش پرست بودن غیر مسلمان بودن درست از تاریخ کشور ما هست درست از ما منکر از این نیستیم درست از جمشید لیکن جمشید و تهمورث و مچم این مردم هایی که هستن یا مسلمان نبودن آتش پرست ها بودن پس ما و شما باید از آنچی که مربوط به ادیان قدیم میشن از او پرهیز بکنیم و برای ما اجازه نیست.